اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت درباره ادامه پنهانکاری و فریبکاری رژیم آخوندی در سیاست دستیابی به بمب اتمی. دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌ای که روز 14 اردیبهشت صادر شد اعلام کرد در آستانه ورود یک هیئت از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حکومت آخوندی بار دیگر امکان دسترسی بازرسان آژانس به سایت پارچین را منتفی دانست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم روز 13 اردیبهشت گفت به لحاظ حقوقی آنها حق بازدید از پارچین را ندارند، چون ما پروتکل الحاقی را اجرا نمی کنیم. این اظهارات مبین این واقعیت است که برخلاف تمامی ادعاهای ماهای اخیر، رژیم آخوندی در ادامه سیاست دستیابی به بمب اتمی همچنان به پنهانکاری و فریبکاری ادامه می دهد و به هیچ وجه قصد شفافیت در زمینه برنامه هسته‌ای خود را ندارد. بازرسان آژانس سه سال گذشته بارها برای بررسی وجوه ناشناخته ای از برنامه تسلیحات اتمی رژیم ملایان خواستار بازدید از بخش مشخصی از سایت پارچین شدند، اما رژیم آخوندها همواره مانع بازدید آنها از پارچین شده و با هدف پاک کردن هر گونه رد و آثار آزمایشات هسته‌ای مشغول ایجاد تغییرات عمده در بخش‌های مورد نظر در پارچین بوده است. رژیم آخوندی طی سال‌های اخیر بخش‌هایی از پروژه تسلیحات هسته‌ای خود را در سایت‌های نظامی متعارف مخفی کرده و با این بهانه که بازرسی از سایت‌های نظامی در صلاحیت آژانس نیست، مانع دسترسی آژانس به آنها شده است. مقاومت ایران بار دیگر تاکید می‌کند اجرای پروتکل الحاقی از سوی رژیم آخوندی و دسترسی آزاد و بدون قید و شرط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه تأسیسات و متخصصان اتمی رژیم یک گام ضروری و غیر قابل اجتناب برای تضمین عدم دسترسی ملایان به بمب اتمی است.